ولذا باید شما هم به این عزیزان بگید که عزیزم، پسرم، دخترم، لجاجت نکن و الا میری اونجا بعد یا میبرند سونا جکوزی و اینها، یا اینکه نمیدونم اینها اون کارهایی که خدا نکنه اون کارهایی که آقای کروبی گفتن که نشده اینها، ولی که یه اتفاقاتی میفته که البته با اعتقادات نمیشه بازی کرد. دیدید خیلیشان دارن مقاومت میکنن، ولی اونایی که بریدن واقعا بریدن، بعد میبرن اونجا و اینها، بعد 20 روزه رب و رو به تو اعتراف میکنه عزیزم. حواستون جمع باشه تا جایی که مغایرت میکنید و مخالفت فکری و عقیدتی، اینها مشکلی نیستش. التماس دعا. بخوای بیای کف خیابون اینها در مقابل نظام بیستی، امنیت رو مخدوش بکنی، بچه من که باشی هیچ، پسر شهید باشی، همسر شهید باشی، باهات موظف نظام برخورد بکنه. حواست جمع باشی، پشتیبان ولایت فقیه باشی تا به این نظام آسیبی نرسد. گر امام شهدا نیست کنون در بر ما، گر امام شهدا نیست کنون در بر ما، خلف صالح و مظلوم علی خامنه‌ای هست هنوز. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و قلت عددنا، کمبود حزب الله و کثرت عدونا و شدت الفتن بنا و شدت فتنه هایی که و تظاهر زمان علینا، غلبه همه دنیا بر نیروهای جانبی به ما وارد نشه، اینها بتونیم فکر آزاد داشته باشیم، ما میفهمیدیم که داریم اشتباه داریم میکنیم اینها. ولذا باید شما هم به این عزیزان بگید که عزیزم، پسرم، دخترم، لجاجت نکن و الا میری اونجا بعد یا میبرند سونا جکوزی و اینها، یا اینکه نمیدونم اینها اون کارهایی که خدا نکنه اون کارهایی که آقای کروبی گفتن که نشده اینها، ولی که یه اتفاقاتی میفته که البته با اعتقادات نمیشه بازی کرد. دیدید خیلیشان دارن مقاومت میکنن، ولی اونایی که بریدن واقعا بریدن، بعد میبرن اونجا و اینها، بعد 20 روزه رب و رو به تو اعتراف میکنه عزیزم. و آقا هم فرمودن که تا یه جایی که مخالفت میکنی ایرادی نداره، تو میتونی از خود خدا گرفته تا رسولش تا امامش تو اعتقادات لایک لایک باشی، کاری نداری. این آزادی الحمدلله تو جمهوری اسلامی، صف نونوایی، تو تاکسی، همه رو دارن میگن، همه چیزو دارن میگن، کسی کاری نداره. آزادی مطلق، اونایی که لختن لختن، اونایی که ولن ولن، اونایی که مشروب خورن، کجا یه دونش نشون بدید، یه جای دنیا نشون بدید، یه دنیا نشون بدید استاد سکولار بیاد اینا سر کلاس مبانی سکولاریته رو اینها رو به بچه من که دو شیفت به باید کار میکنه اما پول رو میریزه توی دانشگاه آزاد، مبانی سکولاریته، استاد سکولار ولد روزهای بحران، که باید نیرو بچه من حزب اللهی، پسر شهید، همسر شهید، پشت سر ولایت باشه، دقیقا برعکس در مقابل آقا میسته. کجا داریم ما تو دنیا اینجوری آقا؟ کجا یه نشون بدید آقا؟ این آزادی از هفت ابر، ای رهبر آماده، آزاده ایم آزاده، از هفت ابر اینجوری بگیم.
برعکس شعار بدیم بهتره واقعیت کلام رو بگیم. حواستون جمع باشه. تا جایی که مغایرت میکنید و مخالفت فکری و عقیدتی اینها مشکلی نیستش. التماس دعا. بخوای بیای کف خیابون اینها در مقابل نظام بیستی، امنیت رو مخدوش بکنی. بچه من که باشی هیچ. پسر شهید باشی، همسر شهید باشی، باهات موظف نظام برخورد بکنه. حواست جمع باشه. و خدا نکنه که به این مرحله برسیم. تا اونجا هی باید روشنگری بکنیم، هی بایستیم بیاریمش. پسرم، دخترم، مسموم شدی، قی کن، بالا بیار. بایستی یک بار دیگه برای تو آموزه های دینی رو بگذارن. اینهایی که خوردی تو رو مسموم کرده. لجاجت نکن. الان فهمیدی اینها، یه خورده دیگه بذار این غبار بخوابه. اینا میفهمی که داستان، داستان یک انتخابات نبود. داستان یک براندازیه که فقط و فقط قلب ولایت نشون گرفتن برای اینکه میدونن. و اون سید اولاد پیغمبر این رو میدونست که گفت، نگفت پشتیبان رئیس جمهور باشید تا به این مملکت آسیم، نگفت پشتیبان شخصیت، گفت چی؟ پشتیبان ولایت فقیه باشی تا به این نظام آسیبی نرسد. شیر مردی چو علی خامنه ای هست هنوز. اللهم صل على محمد وآل محمد. گر امام شهدا نیست کنون در بر ما، گر امام شهدا نیست کنون در بر ما، خلف صالح و مظلوم علی خامنه ای هست هنوز. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم انا نشکو الیک. باز هم حرفامون تموم نشد و شکایات و گلمون، خدایا به تو شکایت میبریم. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و قلت عددنا، کمبود حزب الله و کسرت عدونا و شدت الفتن بنا و شدت فتنه هایی که و تظاهر زمان علینا، غلبه همه دنیا بر دستی برار و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را از این منجلا بیرون کش. بسم الله الرحمن الرحیم. خب تمام درها را ببندیم و تمام رفت آمدها را منقطع کنیم و تمام این گروه ها را خفه کنیم یا کنار بگذاریم و منحل کنیم تمام این گروه هایی که بودن و با شدت عمل کنیم باشون. این گرفتاری ها برا ما پیدا نمیشد که ما هر روز عذاب بگیریم، هر روز شهید داشته باشیم. و این از دست ما گذشت و در بارگاه خدا ما استغفار میکنیم. اینها از یکی از اینا آمده بود گریه میکرد که چرا بعضی از اینا رو میکنیم. بنفش پشت میله ها دوباره در 209 درخشش 1001 ستاره در 209 تنین زنده ام هنوز صدای من نمرده ام شکستم سکوت 1000 در 209 این کارنامه حاکمیتی است که روی جنایت پیشگان تاریخ بشر را سپید کرده است. کارنامه نه ننگین نامه است. این ایرانی
ایرانی کنون شده زمان رزم پایانی برپا برپا با خشمی توپانی به شهادت رساندن زیر شکنجه تیر باران و هر واحید بیش از 120,000 اعدام 30,000 زندانی سیاسی تنها در چند این از تبارنامی آنان که رذالت تاریخ را به تمامی تن زدند در یکی از سطور این کارنامه چنین مندرج شده جنگی خانمان سوز 450,000 تن را از پشت میزهای دست و مدرسه به عنوان سرباز یک بار مصرف به تنور جنگ زده میهنی ریختند 1,000,000,000,000 خسارت 50 شهر ویران شده 4,000,000 آواره 2,000,000 مجروح معلوم و بیش از 1,000,000 کشته تا در هیاهوی تشییع شد